دوستان عزیز سلام، من فرزین هستم. امروز با هم دیگه میخوایم یه شعله زرد خوش رنگ و لعاب رو درست کنیم. با ما همراه باشید. دو پیمونه برنج رو از یه شب قبل خیس کردم. میتونید از برنج نیم نونم استفاده کنید. برنجتون حتما برنج ایرانی باشه، عطر و طعم رو داشته باشه. مرحله بعدی اضافه کردن آب هستش. ما به ازای هر پیمونه برنج 7 پیمونه آب رو اضافه میکنیم. یعنی الان 2 پیمونه برنج 14 پیمونه آب رو اضافه میکنیم. زیر گاز رو روشن میکنیم، دما متوسط رو به زیاد تا شروع به ریز قل زدن کنه و بعدش هم شروع به کفگیری روی برنج میکنیم. نصف پیمونه خلال بادوم رو با نصف پیمونه گلاب خیسش میکنیم. دقت داشته باشید همون پیمونه‌ای که برای برنج هست همونم برای گلاب، خلال و آب و شکر استفاده میکنیم. تو این مرحله بعد از اینکه برنجمون تقریبا به قول افتاد، این کفای روش رو شروع میکنیم به گرفتن. برنجامون هر موقع که باز شد و به اصطلاح شکوفه زد میریم برای ادامه یه کار. تو مرحله‌ای که برنجمون شکوفه زد هل و دارچین رو اضافه میکنم. یه دونه چوبه دارچین، 3 دونه هل. میتونید از پودر هل هم استفاده کنید، ولی رنگ شعله زردتون رو یه مقدار رو به کدری میبره. من از دونه هاش استفاده میکنم. بعد از پخت خارجش میکنم. مرحله بعدی اضافه کردن زعفرون دم شده است. یه بخشی اضافه میکنم، صبر میکنم تا ببینم رنگش به چه صورته. اگر کم بود دوباره اضافه میکنم. یه مقدار دیگه زعفرون بهش اضافه میکنم. 10 دقیقه بهش زمان میدم و میرم مرحله بعدی. چند دقیقه بعد از اینکه زعفرون رو ریختم و رنگ شعله زردم مشخص شد، شکر رو اضافه میکنم. من 3 پیمونه شکر رو اضافه میکنم. شما میتونید به ازای هر پیمونه برنج تا 2 پیمونه شکر هم اضافه کنید. همش میزنم. دقت داشته باشید که هر چند دقیقه یک بار هم زدن رو از کف ظرف داشته باشین تا شعله زردتون ته نگیره. یه 5 دقیقه دیگه بهش سر میزنم تا شکرم کاملا آب بشه. بریم سراغ مرحله بعدی. سی تا 40 گرم کره رو مرحله بعدی اضافه میکنیم. بعد از اضافه کردن کره، بادومی رو که با گلاب خیس کرده بودیم رو اضافه میکنیم و هم میزنیم. زیر گاز رو کاملا کم میکنم، یه شعله پخش کن قرار میدم و دم کنی رو روی در میذارم و درب رو میذارم. به مدت 45 دقیقه تو این حرارت و دما ریزغول شروع به پختن میکنه. بعد از اینکه پخته شد و این بافت رو بهش رسیدیم، زیر گازمون رو خاموش میکنیم و 1 روب بهش استراحت میدیم. بعد از 1 روب میایم برای کشیدنش. بعد از 1 روب شروع به کشیدن میکنیم.
رنگش، عطر و طعمش واقعا توی استدیو پیچیده. همون تیکه هلهایی هم که توی قابلمه هست هر موقع بهش رسیدیم اونا رو هم جدا میکنیم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. برای تزیین روی شعله زردمون یه قاشق دارچین رو اضافه کردیم، یه قاشق هم گلاب رو اضافه میکنیم و ترکیب میکنیم. میریم برای تزیین کردن شعله زردمون از بادوم و پسته و دارچین استفاده میکنیم. با یه قلمو کم کم با دارچین و گلابی که رقیق کردم شروع میکنم به تزیین کردن. میتونید توی خونه با یه خلال دندون هم این کار رو انجام بدید. یکم نیاز به صبر و حوصله زیاد میخواد و ریزه کاری. یه چند تا دونه گل محمدی هم باز میکنم و گلهای محمدی رو هم دسته به دسته میچینم. همین کار رو با قلمو ادامه میدیم. در ادامه با خلال پسته تزیینمو ادامه میدم. این هم از دونه آخر و به این صورت شد. آه با بریم تستش کنیم ببینیم چطوریه؟ طعمش واقعا فوق‌العاده است. همه طعم‌ها توش بالانس، زعفرون، شیرینی و همه چیزش یک دسته. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید.